بسیاری از ما در برهه‌ای از زندگیمون دوچار شک و تردیدهایی در مورد مسائل بسیار بزرگ شدیم. تردیدهایی که برای ما سوالات عجیبی ایجاد کردن که ما رو به قلمرو فلسفه و عمیق‌تر شدن به جهان و هدف زندگی کشوندن. این که آیا خدا واقعاً وجود داره؟ با اینکه میتونیم با قلبمون احساسش کنیم یا در مواقع بسیاری در زندگیمون تأثیراتش رو دیدیم، اما علم چه اثباتی برای وجودش مطرح میکنه؟ آیا اصلاً میشه وجودش رو بررسی کرد یا این سوال بزرگتر از محدوده علم و توانایی های اون در کنکاش حقیقته؟ جواب‌های بسیاری را از اطرافیان و حتی کتاب‌های مختلف به این سوالات شنیدیم و خوندیم. اما ممکنه بسیاری از ما همچنان ندونن که دلایل علمی و فلسفی مطرح شده در این باره تا چه حد محکمه و اصلاً تا کجا پیش رفته. اگه شما الان این تردیدها رو دارید یا در اطرافتون کسانی رو میشناسین که با چنین شکهایی درون تفکراتشون دست به گریبان هستن، پس این ویدئو رو تا انتها دنبال کنین. ما برای پیدا کردن پاسخ سوالهایی که در غار تنهایی از خودمون میپرسیم، تحقیق و مطالعه میکنیم. سفری به دنیای اسرارآمیز درون و راز و رمزی که در لابلای صفحات کتابها نهفته شده، به ما کمک میکنه که خداوند، یعنی حقیقت و معنای زندگی رو بهتر بشناسیم. برای اینکه در این سفر اکتشافی با ما همراه باشید، لطفاً کانال قار سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. دلایل بسیاری در فلسفه و منطق برای اثبات وجود خالق مطرح میشه. یکی از اونها دقیق بودن و منظم بودن تمام قوانین فیزیکی حاکم بر ذرات جهان از مقیاس کوانتوم تا مقیاس گسترده و کیهانیه. استدلالی که فیزیکدان برنده جایزه نوبل چارلز تاونز در مقالات خودش به اون اشاره کرده و تاکید کرده که این جهان یک جهان بسیار خاصه، جهانی که تمام قوانین در اون با دقتی باور نکردنی تنظیم شدن و بسیار جالب توجه تشکیل شده و به این شکل خاص در اومده. معتقده که در فیزیک به راحتی ثابت میشه که اگه تنها اعداد و پارامترها در جهان ما کمی متفاوت بودن با چیزی که الان هستن، خورشیدی شکل نمی گرفت و اصلا ماده‌ای برای تشکیل ما به عنوان انسان وجود نداشت. اما اینها به چه معنیه؟ آیا این دقت و نظم عجیب در قوانین حاکم بر تمام کیهان نشون دهنده وجود یک خالق هوشمنده؟ نظر فیلسوفان و دانشمندان قدیمی در این باره چیه؟ نظریه ارسطو در مورد متحرک بی حرکت. یکی از اولین مشارکت‌های تاریخی در بحث کیهانشناسی از ارسطو فیلسوف یونان باستان شروع میشه. ارسطو مفهوم حرکت بی حرکت رو به عنوان علت نهایی جابجایی و حرکت در جهان مطرح کرد. طبق نظر ارسطو، تمام حرکات در جهان نتیجه یک حرکت اولیه است که توسط یک حرکت ناپذیر موجودی جاودانه و متعالی ایجاد شده. او بر این باور بود که با مشاهده تمام اجسامی که مدام در جهان حرکت می‌کنند و همدیگر رو به حرکت در میارن، میشه به این فکر کرد که اولین حرکت در جهان چگونه و چطور اتفاق افتاده. با ادامه دادن این دنباله منطقی به این نتیجه میرسیم که باید یک علت بی علت وجود داشته باشه، موجودی خارج از زمان و مکان که اولین حرکت رو در جهان پدید آورده و به اصطلاح اون انرژی اولیه برای حرکت رو فراهم کرده. پنج راه آکویناس. با حرکت به سمت قرون وسطا با فیلسوف و متکلم تأثیرگذاری به نام توماس آکویناس مواجه میشیم.
آکویناس استدلال کیهانی اثبات خدا رو از طریق 5 راه مطرح میکنه. این راه ها با برهان حرکت شروع میشن، یعنی همون استدلالی که ارسطو برای حرکت اولیه در جهان آورد. استدلال های بعدی اون علیت مؤثر، امکان و وجوب، درجه بندی وجود و علیت نهاییه. آکویناس مفاهیم ارسطویی رو در الهیات و عرفان مسیحی خودش جا داد و دفاعی جامع از استدلال کیهانی برای اثبات خداوند ارائه کرد. استدلال های دیگه آکویناس بیشتر بر این اساس بود که در جهان ما هر چیزی که به وجود اومده سرچشمه و علت دیگه‌ای داشته. او در نهایت به این نتیجه گیری میرسه که علت به وجود اومدن اولین ذره باید موجودی ازلی و ابدی باشه. اما در قرن 17 گوتفرید ویلهلم لایبنیتس، فیلسوف و ریاضیدان، با نظریه‌ای به نام اصل دلیل کافی به برهان کیهانشناسی کمک کرد. به نظر لایبنیتس، برای هر واقعیت یا رویدادی باید دلیل یا علت کافی وجود داشته باشه که وجود اون رو توضیح بده. او اینطور استدلال کرد که توضیح نهایی برای جهانی که در اون زندگی می‌کنیم، یعنی جهانی که در نهایت خلق شدنش ممکن بوده و اتفاق افتاده، در یک چیز نهفته است. این چیز باید یک وجود ضروری باشه و اون وجود ضروری خداست. اصل لایبنیتس مفهوم خالقی رو بیان می‌کنه که دلیل وجود جهانه. اما با پیشروی به دوران مدرن، استدلال اثبات خداوند با دلایل فلسفی، با یافته‌های کیهانشناسی و اخترفیزیک مدرن ادغام شده و نور جدیدی بر این بحث قدیمی انداخته. اکتشافاتی مثل نظریه بیگ بنگ و خلقت جهان از هیچ با نظریات و استدلال‌های کلاسیک خداشناسی تا حد خیلی زیادی همسوه. این نظریات لحظه ای از خلقت و انبساط جهان رو تصور می کنن که در اون لحظه یک عامل ناشناخته اولیه استارت جهانی رو از هیچ زده. علاوه بر این، به گفته دانشمندانی مثل چارلز تاونز، تنظیم دقیق ثابت های فیزیکی لازم برای وجود حیات لزوم یک خالق هوشمند رو به اثبات می رسونه. اما مخالف ها چه نظری دارن؟ مثل هر بحث فلسفی، استدلال یا برهان کیهانشناسی برای اثبات خداوند هم در طول سالها با انتقادات و مخالفت‌های مواجه بوده. برخی نظریات و دلایل جایگزینی رو پیشنهاد می‌کنند. مثلا برای خلقت جهان از اتفاقات شانسی صحبت می‌کنند. اونها از شانس یا تصادف‌های متوالی و به تعداد بی‌نهایت صحبت می‌کنند که در نهایت باعث ایجاد جهان ما شده. حتی اگه چنین توجیهاتی رو بشه از نظر علمی وارد دونست، باز هم این نظریات توضیحی برای چگونگی قوانین فیزیکی جهان ما ارائه نمی‌دن. یعنی شانس و تصادف دلیل خوبی برای وجود این نظم و دقت شگفت‌انگیز در قوانین فیزیک و مکانیک جهان ما نیست. با این حال، شانس مفهومی ناشناخته داره و میشه اون رو به نوعی روشی برای ساده سازی و تخمین نتایج دونست وقتی که دانش کافی درباره موضوعی نداریم. تو این ویدئو از استدلال معروف کیهانی برای اثبات خداوند صحبت کردیم، استدلالی که از زمانهای باستان تا کنون مطرح شده و روز به روز جنبه‌های جدیدی از اون توسط دانشمندان و فیلسوفان کشف شده. با این اوصاف شما جهان رو چطور می‌بینید؟ این بار که کسی با شما از جهان بدون خالق صحبت کرد، شما چه دلایلی رو برای اون مطرح می‌کنید؟